سلام، خسته نباشید. خوبید آقای عابدی؟ میتونم بپرسم که الان چه کاری داشتید انجام میدادید؟ ما الان داریم بسته‌های مردم و محصولات مردم بسته‌بندی میکنیم و از هم بوده شما که به چه چیزایی دقت میکنید تو بسته‌بندی؟ اول اینکه باید دقت اولی که باید خود لفاف با مسئله که این بفرسیم همخونی داشته باشه، خدای نکرد توی قسمت رفسپاریمون و قسمت حمل و نقل اون مشکل بر نخوره. دومین چیزی که باید خیلی دقت کنیم از ناسی که میاد، خب باید رسیدگی کنیم، بررسی کنیم، اگر خدای نکرده مشکلی داشتش راهنمایی کنیم. ما معمولا محصولاتی که مایعجات باشه یا شکستنی باشه از لفاف‌های مخصوص دوجه‌داره باید استفاده کنیم و جوری باشه که محصول در هنگام رفسپاری نه به خود محصول آسیب برسه نه به محصولات دیگه. الان آقای عابدی میتونم ببینم این محتویات این محصولات چیه؟ بله. خب این رو چجوری بسته‌بندی میکنی؟ خب اینو ما معمولا به این شکل بسته‌بندی میکنیم چون از جنس چوبه، چیز خاص مورد شکستن نداره. تنسیزی که هستش ما باید این قسمت بسته تهش کامل ببندیم دو طرفشو و از کاغذ یا روزنامه انتها قرار میدیم. بعدش وقتی که محصول رو میخواییم داخلش بذاریم باید جوری قرار بدیم که داخل جعبه نباید خالی باشه. توسط روزنامه یا کارتون اون فضای خالی رو پر میدیم. اجناس ضربه‌گیر در واقع بگیم. حالا میتونن خوشحمل حبابدار باشه، کارتون باشه، روزنامه باشه، جوری که ما نباید محصول داخلش حجم خالی داشته باشه. بعد حجمش رو ما کاملا با همین کارتون یا پاکت پر کنیم. به این شکل که ملاحظه میکنی کامل سفت میشه که موقع حمل و نقل این خدایی آسیبی به بسته‌هامون وارد نشه. ممنونم آقای عابدی از توضیحی که دادید وقتی که گذاشتید. تشکر میکنم.